چند وقتی هست که یک خبر همین جوری داره توی رسانه‌های چه داخلی چه خارجی دست به دست میشه و اونم اینه که ایران موشک قاره پیما ساخته و اون رو تست کرده، اما هیچ کس نیومده توضیح بده که ایران چه جوری به این فناوری دست پیدا کرده. و این باعث شد که یک سوال ذهن خیلی ها را درگیر بکنه و اونم این بود که خب موشک قاره پیما رو کشورهای ابرقدرت نظامی توی دنیا در اختیار دارن، ایران چجوری تونسته یک موشک قاره پیما بسازه؟ اینا همش دروغه و دارن شعاف انجام میدن و همین سوالا توی ذهن خیلی ها همینجوری در حال چرخیدن بود. این وسط یه سری از اسما هم خیلی بولد شدن با یه سری اعداد عجیب و غریب، مثل رستاخیز، مثل موعود و خرمشهر 5، اما هیچ کس نیومد اینجا توضیح بده که ایران چجوری تونسته به این فناوری دست پیدا بکنه. درود بر شما، اینجا کانال نبردابرانه و من هم جلال هستم. امروزم با یک موضوع خیلی خیلی جذاب پیش شما اومدم و بابت این ویدیو هم خیلی تحقیقات زیادی انجام دادم. پس تا آخر این ویدیو همراه من بمونید، چون مطمئنم که از محتواش لذت میبرید. ولی قبل از اون اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید، این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواهای جذاب آینده ما باخبر بشین. همچنین لایک و کامنت های قشنگتون هم فراموش نکنید. وقتی که دیدیم این همه خبر زد و نقیض داره در مورد تست موشک قاره پیمای ایران داره پخش میشه، اونم با اسمای خیلی مختلف مثل رستاخیز و موعود و حتی یک روزم وزیر دفاع اومد تایید کرد که ما موشک خرمشهر رو تست کردیم، این باعث شد که ما حسابی کنجکاو بشیم و بریم در موردش تحقیق بکنیم. به اینجا رسیدیم که خب ایران که تا الان موشکای زیادی ساخته و حتی از خیلی از اونا هم استفاده کرده، اما قاره پیما، خب قاره پیما بحثش کاملا جداست، نیاز به یه موتور خیلی پیشرفته داره، سوخت کارآمد میخواد و کلی متغیر دیگه. تحقیق کردیم و رسیدیم به یه اسم، به اسم یک موتور، اونم موتور RD-250. این موتور روسی کلید اصلی موشکای دوربرد مثل R-36 روسی است و اینطوری که میگن ایران از طریق کانال‌های روسی به دانشش دست پیدا کرده. این موضوع همه چیزو تقریبا میشه گفت روشن میکنه، انگار که یه تیکه خیلی بزرگ از یه پازل تکمیل میشه. اما قبل از اینکه بخوام یه سری توضیحات رو بهتون بدم که مطمئنم از اونا لذت میبرید، بذارید برای اینکه ویدیوت خسته کننده نشه و بخوام همون اول کار یه توضیح اولیه رو بهتون داده باشم، بگم که اصلا این RD-250 چه جور موتوریه و چه کار میکنه. این موتور یه موتور راکتیه که با سوخت مایع کار میکنه، فکر کنید مثل بنزین ماشین، اما خیلی قوی تر و شیمیایی تر. مخلوطش از دو تا ماده خاص، یعنی یکی اکسید کننده و یکی سوخت ساخته شده که با هم قاطی بشن و فوری شعله میکشه و موشک رو به آسمون میفرسته. این موتور رو شرکت انرژی ماش روسیه ساخته و اندازش مثل یک ستون 3.7 متریه با دور 2.5 متر، وزنش 3.2 تنه اما قدرتش 80 تا 90 تن هل دادنه، یعنی میتونه یک کامیون سنگین رو به آسمون پرتاب بکنه. کارایی سوختش هم خیلی بالاست، یعنی با سوخت کمتر مسافت خیلی بیشتری رو میتونه طی بکنه. شما فکر اینو بکنید که با یه باک ماشین میتونید 1000 کیلومتر راه رو برید. همیشه هم آماده است و نیازی به گرم کردن نداره که این موضوع کاملا برای موشک ها ایدئاله. حالا
سوال اینه که این موتور چجوری میتونه یک موشک رو تبدیل به قاره پیما بکنه؟ تا آخر ویدیو همراه من بمونید. بیایید اول یه موضوع رو با همدیگه مرور بکنیم. اولش بهتون بگم که من متخصص نیستم و سعی میکنم فقط موضوعاتی که واقعیت دارن و شاید نزدیک به واقعیت هستن رو به زبون ساده برای شما بیان بکنم و همه شماها هم استادید خودتون. این رو همه شماها میدونید که موشک قاره پیما به یه کلاهک موشک میگن که بتونه مسافتای خیلی زیاد، مثلا 10,000 تا 16,000 کیلومتر راه رو طی بکنه. اما خب چجوری این کار رو انجام میده؟ خب اجازه بدین با یه مثال نزدیک اینجا با همدیگه صحبت کنیم و بهتون توضیحش بدم. موشک هایی مثل سجیل یا خرمشهر بردی حدود 2000 کیلومتر دارن و بهشون میگن بالستیک میان برد یا هایپرسونیک بالستیک. ببینید هایپرسونیک کلن به موشک هایی که بالای 5 ماخ سرعت دارن رو میگن هایپرسونیک. حالا اونی که میتونه مانور بده بحثش جداست. الان ما صحبتمون صحبت موشک های قاره پیماه. اینا طوری طراحی شدن که با یه مقدار سوخت و موتوری مشخص زاویه و مسیر معین رو نسبتاً خیلی کوتاه طی میکنن تا به اون برد مورد نظرشون برسن، تا 2000 تا 3000 کیلومتر. حالا ایده کلی اینه که همه باید اینجا این رو بدونن، هرچی موشک بیشتر سرعت بگیره و بیشتر بالا بره، یعنی عمود پروازی بره بالاتر، موتورش مدت بیشتری روشن بمونه و سوخت بیشتری بسوزونه، میتونه مسیر بلندتر یعنی قوس بزرگتری رو توی آسمون شکل بده و در نتیجه برد بیشتری داشته باشه. فقط هم ارتفاع نیست که مهمه، ترکیب قدرت موتور، مقدار سوخت، طراحی مرحله ها و وزن محموله هم با هم تعیین کنندن توی این موضوع که موشک تا کجا میتونه مسافت رو طی بکنه. پس سجیل و خرمشهر برای برد میان برد ساخته شدن، نه برای برد قاره پیما. حالا بذارید یه مقداری ساده ترش کنیم. موشک قاره پیما چجوری کار میکنه؟ اول کار موتورها اینه که با تمام توان روشن میشن و موشک رو از زمین به آسمون پرتاب میکنن. این مرحله بهش میگن شتابگیری یا بوست. بعد از مدتی بعضی از قسمت ها که سوختشون تموم شده، مثل بوسترهای عقبی، اینا جدا میشن تا وزن کمتر بشه، یعنی همون مرحله جدا شونده. توی بخش میانی مسیر موشک با کلاهکش مثل یک پرتابه آزاد میاد قرار میگیره توی قوسی، یعنی قوس دور زمین. وقتی که توی اون قوس قرار میگیره، هر چقدر که ارتفاعش بالاتر باشه میتونه مسیر بیشتری رو بره و چون هوا اونجا خیلی رقیق تره، مقاومت هم خیلی کم میشه و میتونه خیلی دور باشه. در نهایت نزدیک هدف دوباره وارد جو میشه، دماش بالا میره و مسیرش رو دوباره تا هدف طی میکنه. این ترکیب شتاب اولیه، مرحله جدا شونده، حرکت قوسی طولانی، همه ایناست که دست به دست هم میدن تا یک موشک بتونه هزاران یا حتی 16,000 کیلومتر راه رو طی بکنه. که ساده تر بهتون بگم که تا حالا توی فیلم ها دیدید دیگه، یک تیر و کمان، طرف داره با یک تیر و کمان میخواد یک تیری رو رها بکنه. هر چقدر که میخواد مسافت بیشتری رو اون تیرش رو بفرسته، دقت بکنی تیر و کمان رو بالاتر میگیره، یعنی میخواد یک قوس بزرگتری رو شکل بده تا اون تیر مسافت بیشتری رو طی بکنه. تقریبا میشه گفت به زبون سادش همین شکلی میشه برای موشک های قاره پیما. خب حالا دقت کنید که ایران توی همین چند وقت اخیر چند بار موشک برای ارسال ماهواره به فضا تست کرده. ببینید هر دوتا، هم قاره پیما و هم ارسال ماهواره، از یه تکنولوژی دارن استفاده میکنن. یکی ماموریت داره ماهواره رو داخل جو رها بکنه و اون یکی ماموریت داره که کلاهک انفجاری رو رها بکنه. پس اگر بیایم بگیم که ایران موشک قاره پیما رو ساخته، اصلا نه دور از ذهن، نه دور از نظرات فنی
فنی و کیفی و اصلا هم غیر قابل انجام نیستش. همین ماهواره بر قائم که همین چند وقت پیش تست شد و از جوم خارج شد، تقریبا میشه گفت که از یه همچین موتوری استفاده کرده. پس ببینید، این که یه موشک تبدیل به قاره پیما بشه، اصلش موتوریه که اون رو تا جای ممکن بالا میبره و از اونجا به بعد توی قوس بالستیک قرار میگیره. تقریبا میشه گفت که کلاهک عین موشکای دیگه ایران کار خودش رو انجام میده. نگاه کنید، این وقتی تا اونجا رفت و رها شد، از اونجا به بعدش تقریبا میشه گفت همون کلاهک. درسته باید مقاومت بیشتری داشته باشه، چون توی فشارهای خیلی زیادی موقع دوباره ورود به جو اونجا براش اتفاق میفته، ولی خب همون تکنولوژی استفاده میشه داخلش. از هدایت داخلی، ترکیب اینرسی و ماهواره‌ای به سمت هدف میره و به کمک نازلایی که داره تغییر مسیر میده. سرتون رو درد نیارم، همون ترکیب مار و میروه که ما تا حالا بارها برای شما توضیحش دادیم، اما حالا بذارید یه کوچولو هم اینجا دوباره به شما بگم. میرو یعنی این که چند کلاهک مستقل با قابلیت مانور که میتونه هر کدومشون به یه سمت و یک هدف مشخص بره، و کلاهک وقتی که نزدیک هدف میشه تبدیل میشه به چندین کلاهک کوچکتر که هر کدومشون که هدف مجزا دارن. اما مارو یعنی این که کلاهک میتونه نزدیک به هدف که شد اونجا قابلیت مانور پذیری داشته باشه و از دست پدافند تا حدی فرار بکنه. ولی خب قابلیت مارو خیلی سرعت زیادی اون کلاهک داره و اون مارو زیاد قابلیت مانورای سنگین مثل هایپرسونیک گلاید رو نداره، ولی خب اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده. مثل همین موشک خرمشهر 4 یا همون خیبر که تقریبا میشه گفت که همین تکنولوژی هایی که من عرض کردم خدمتتون داخلش به کار رفته و من قبلا خدمتتون توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم، اما اگر کسی ندیده اون ویدیو رو، من اینجا لینکش رو براتون میذارم، حتما برید اون رو هم ببینید. خیلی ویدیوی جذابیه، چون اونجا بهتون گفتم که وقتی که میرسه به هدفش چه اتفاقی براش میفته. RD250 مثل یک اسب کار قوی رو برای کارهای بزرگ انجام میده. قدرتش موشک رو سریع به آسمون میبره و کارهای سوختش اینجا خیلی کم میشه. اما بیاین بیشتر در مورد RC-6 صحبت کنیم. RC-6 چیه؟ همون موشک قاره پیماییه که روسیه از اون موتوری که ما داریم خدمت شما میگیم داخلش استفاده میکنه. اما RC-6 چجوریه؟ چند تا کلاهک داره داخلش، تقریبا میشه گفت همون میرو داخلش به کار رفته. RC-6 10 تا کلاهک هسته‌ای داخلش داره. فرقش با کلاهک‌های انفجاری ما اینه که RC-6 کلاهک‌های هسته‌ای داخلش داره، یعنی 10 تا کلاهک هسته‌ای داخلش به کار رفته که اگر پدافند بخواد جلوش رو بگیره، بالاخره یک کدوم از اون موشک‌ها به هدفشون برخورد می‌کنه و تقریبا میشه گفت که این یک سلاح بازدارنده بلا منازع است که نمیشه جلوش رو گرفت. RD-250 با 8 لوله آتش میاد اون موشک رو پرتاب میکنه به سمت آسمون با سرعت 6 الی 7 برابر صوت. اون میرسه به فضا و این کلاهک‌ها دونه به دونه اونجا پخش میشن و هر کدومشون برای اینکه دفاع دشمن رو گیج بکنن، مثل حالا دفاع‌های موشکی آمریکایی، میان پخش میشن و هر کدومشون به سمت یک مسیر میرن. و چون با برد 16000 کیلومتر تبدیل شده به یک موشک قاره پیما، میشه گفت که آمریکا از این سلاح و از این موشک به شدت میترسه. حالا این وسط دو تا خبرم هست که من میخوام اینجا به شما بگم، یکیش رسمیه و یکیش هم شایع است و هر دوتا رو میشه گفت به نوعی به این موضوع ربط پیدا میکنن. یکیش در مورد تستای موشک قاره پیمای کره شمالیه که اومده از موشک هیونمو رونمایی کرده و اون رو تستم کرده و اومده اعلام کرده که این موشک با یک کلاهک سنگرشکن 8000 کیلویی از سال 2025 وارد چرخه
عملیاتی میشه، یعنی اواخر سال 2025، و میتونه هر سنگر و هر دفاعی رو تخریب بکنه. حساب بکنید 8000 کیلو اونم سنگر شکن. البته کره شمالی ادعا کرده در موردش. اما شایعه چیه این وسط که من میخوام در موردش صحبت بکنم؟ اینه که میگن، البته این ادعای بعضی از رسانه‌های آمریکایی و بعضی از رسانه‌هایی که توی غرب دارن فعالیت میکنن، میگن که ایران از جوان 2025 موشک‌های بالستیکش رو به کلاهک‌های سنگر شکن مجهز کرده. این کلاهک‌ها سرعت خیلی زیادی دارن و 25 متر توی بتن مسلح نفوذ میکنن و تقریبا میشه گفت که قابل مقایسه است با مدل‌های چینی DF-15C، اما با برد، وزن و سرعت بیشتر. RD-250 هم میتونه این کلاهک‌ها رو با قدرت بیشتر پرتاب بکنه و ایران در برابر سنگرهای عمیق مثل سایت‌های هسته‌ای دشمن واقعا خیلی قوی‌تر میشه. مثال عملیش هم اینجوری میشه دیگه. فرض کنید ایران بیاد موشک قدر 3 رو بسازه. بخش اول با 4 یا حالا 6 تا موتور RD-250 که قدرت 300 تا 500 تنی داره، موشک رو مثل یه تیر به 1000 کیلومتری آسمون میفرسته. بخش دوم کلاهک سنگرشکن 8 تنی رو به 12000 کیلومتر اونورتر میبره و با پخش 4 تا 6 تا هدف مثل مثلا پایگاه‌های دریایی توی اقیانوس آرام، دفاع دشمن رو کاملا گیج میکنه. حالا بیایید حساب کنید نفوذ 25 متری رو هم توی بتون بهش اضافه کنید با سرعت 6 ماخ و یه جرم بسیار سنگین. از یه طرف هم توی فضا بیاد ایران از همین موتورها استفاده بکنه و ماهواره‌های جاسوسی 2 تنی رو به مدار بفرسته که میتونه کل خاورمیانه و حتی بخشی از اروپا رو هم پوشش بده و اطلاعات رو 24 ساعته بفرسته. این یعنی نه تنها دفاع بلکه نظارت هم خیلی دقیق تر میشه حتی از دور. در کل ورود تکنولوژی RD-250 نه تنها مراحل موشکی ایران رو دگرگون میکنه، بلکه برنامه فضایی رو هم از یه سطحی به یه سطح جهانی میبره. موشکای دورتر و ماهواره های بیشتر، چیزی که ما توی این چند وقت هم تقریبا میشه گفت شاهدش بودیم. اینم بگم که البته این نظر شخصی منه ها و نمیخوام نظر کس دیگر رو اینجا برای شما بیان بکنم. وقتی یه کشوری مثل کره شمالی میتونه موشک قاره پیما بسازه، به نظر من ایران قطعا میتونه. چرا؟ میتونم این رو با چندین دلیل بهتون ثابت بکنم. ایران توی بحث موشکی از کره شمالی و حتی از روسیه هم جلوتره. منتها کره شمالی واقعا چیزی واسهش مهم نیستش اصلا. اون فقط میگه که یه برد 16000 کیلومتری رو داشته باشه و اصلا براش مهم نیست که این هدف به کجا برخورد میکنه. حتی اگر کیلومتر هم خطا داشته باشه براش مهم نیست. مهم اینه که فقط یه سلاح بازدارنده رو اونجا تولید کرده باشه. و حالا دقت کنید که دقت موشک‌های ایران نسبت به موشکایی که حالا توی روسیه یا توی عرضم به خدمتتون کره شمالی می‌بینیم تا چه حد فرق میکنه. اینجاست که من به شما میگم وقتی شما تکنولوژی این رو پیدا کرده ایران میتونه موشک نقطه زن تولید بکنه، قطعا میتونه موشک های قاره پیما رو هم تولید بکنه. من فقط شما رو حواله میدم به همین موشک های فضایی که همین چند وقت پیش مثل قائم ایران شلیک کرده. امیدوارم که موضوعی که امروز من در موردش ویدیو ساختم و به شما ارائه کردم براتون جذاب بوده باشه و من تونسته باشم نظر شما رو جلب بکنم. ولی از شما خواهش میکنم که حتما برای من نظراتتون رو بنویسین و به من بگین که تا چه حدی از این ویدیو رضایت داشتید و اگر موضوع خاصی مد نظرتونه که من براش ویدیو بسازم حتما به من این رو بگید. این رو هم برای بار چندم خدمت شما عرض میکنم، من هیچ جهتگیری سیاسی ندارم و تنها جهتگیری که دارم اینه که کشورم رو اندازه جونم، اندازه تمام خانوادم و اندازه هر چیزی که در این دنیا وجود داره بیشتر دوستش دارم و عاشق کشورم هستم. فقط همین گرایش برای من وجود داره و اصلا طرف
هیچ جبهه‌ای رو هم نمیگیرم و سعی میکنم که توی این بحثایی که برای شما ویدیو میسازم و به شما ارائه میکنم کاملا منطقی، بی‌طرفانه و درست داخلش برای شما صحبت بکنم. خیلی ها به من توهین کردن، خیلی ها به من گفتن که تو دنبال لایک و دنبال ویو و دنبال خیلی چیزهای دیگه این چنینی هستی، ولی خب من هیچ موقع شرافتم رو به این موضوعات خیلی ناچیز نمیفروشم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. من جلال هستم، اینجا هم کانال خودتونه، کانال نبرداوران.